آتش بس خواهی حکومت افغانستان و آتش افروزی طالبان. در دور دوم مذاکرات میان افغانان، حکومت تأکید بر آتش بس، اما طالبان بر نوعیت نظام تأکید دارند. در 5 روز گذشته، گروه های کاری هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان راجع به چگونگی دستور کار مذاکرات با هم بحث کردند. اما دو نکته متضاد این مذاکرات را به موفقیت نرسانده و تا حال دستور کار مشترک شکل نگرفته. طالبان نوعیت نظام را میخواهند بحث نمایند، اما حکومت جمهوری اسلامی افغانستان ابتدا بر آتش بس تأکید میکند. در شرایط فعلی کدام گزینه نیاز جدی جامعه پنداشته می شود؟ نظام یا آتش بس؟ سلام، سید محمد یزدانپرست هستم در برنامه تحلیل امروزی از طریق تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد با شما. میمانانم در بس آقایان باز محمد غریبیار، رئیس پیشین شورای عالی صلح در بلخ، ذبیح‌الله ایثار، استاد دانشگاه و فعال مدنی و یک تن از جوانان فعال بلخ نیست تا دقایق دیگر به بس خواهند پیوست. میمانان گرامی با بس خوش آمدین. در نخست با آقای غریبیار آغاز میکنیم. نیاز امروز جامعه افغانی توقف خونریزی است یا تغییر نظام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او بخون که خدای پنامه تا هر سلامه که تاسو تا گران ملمه تا و تاسو تلویزیون لیدون که تخبر سلام را نیکو ما سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و روز تر سلام نه لکه چنگه چه منگو تاسو تقریبا دری مشکیگی دی مذاکرات و دی سول دی مذاکرات پا بحث و یا مثلا پا مذاکرات و که حکومت و مخالفین روان دی زر دیر خوشحاله ایم پا دیر خوشحاله ایم چه که چیر سول نراتلون که وی یا که سول نتیجه خانه وی یا خلق دیر امیدوار و هاو بیا چه پا تعلیق بانی لارل و رسخطی راغل شل رازی یا ویشت رازی بعد اوغان دوی هم دور شروع شو دای او خلق تا یو امیدواری راغوت منسته کړل، یعنی خلق امیدوار شول چې یعنی په افغانستان کې سوله راځي او سوله راتلون کیده او راغلو په دې حساب چې طالبان د نظام نویت غواړي او حکومت وایي چې اول آتش بس یا اوربند وشي. نو بناً که اوربند کیږي که مثلا که تغییر د نظام کیږي د افغانستان ولس د افغانستان خلق سوله غواړي، سوله ته یې والا دي چې حالا در شرایط فعلی کدام نیاز جدی است، توقف خونریزی یا تغییر نظام؟ د ما په نظر باندې د هر څه نه مهمه، د هر څه نه ضروري ده د افغان ولس دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره سوله مهمه ده، نه نویت د نظام مهم دی، هیڅ شی مهمه نه دی، اوربند مهمه دی، سوله مهمه ده. نو بناً که چیرې د مونږ او تاسو هر حکومت یعنی په رهبری د هر کې هر تغییرات چې راځي دا د افغانستان ولس ته د افغانستان خلکو ته هیڅ معنا او هیڅ مفهوم نه لري، فقط نظام مونږ په ځای په ځای وي، کومه اردو چې لرو، پولیس چې لرو، د شل کاله لاسته راوړل د مونږ د بین لارنر شي، مونږ په ولس باندې نور څه اغېز نه کوي که د هر نوه نظام راشي، که موقت حکومت وي، که فعلي حکومت موافقه وي، و فقط سوله و اوربند غواړي خلک. حالا در عقب میز مذاکره نشستن و دست دماشه تفنگ بودن توجیه پذیر است؟ نه، در افغانستان د خلکو دپاره خصوصا د عام ولس دپاره قابل د قبول نه ده، او بناً دوی غواړي چې په لا زیات امتیازو دپاره، لا زیات امتیاز طلبۍ دپاره دوی کوشش کوي په هر ولایت کې په غټو ښارونو کې دوی خلکو ته ویر ورواچوي، یعنی خلک نور په خلاف د حکومت په خلاف د نظام ودروي چې دا خلک د نظام نه د حکومت نه متنفره شي، څو تا خپله د خلکو غږ پورته شي چې نور تاسې پرېږدی چې پرېږدی چې هر څوک راځي هر څوک راځي، یعنی دا خلک یعنی دې ته واداره کوي چې د حکومت نه نورم فاصله ونیسي، د حکومت نه متنفره شي. استاد ایثار، نظام فعلی چی مشکل داره که باید اول روی تغییر از او بحث صورت بگیره بعد روی توقف خشونت؟ برانداد خداوند، با کسب از دور غریبیار سپاس شما سلام عرض میکنم
خدمت شما و همه بینندگان تلویزیون پیکان. درود میفرستم به شهدایی که در این هفته و هفته های گذشته در افغانستان جانهای عزیزی خود را در نبردها و در انداخت های مسلحانه جان خود ایستادند. بحث اساسی هست که نحوه نظام جمهوری اسلامی افغانستان بارها پیرامون از این بحث و تفسیر صورت گرفته. نحوه نظام در قانون اساسی افغانستان تسجیل پیدا کرده. حدودا 19 سال از این نظام هم سپری میشه. در این 19 سال این نظام ارزش های مدنی و میهنی خود را داشته و آزادی بیان، انتخابات، امثال اون بحث تعلیم و تربیه و سایر موضوعات دیگر. خیلی کمتر میتونیم وقتی بیایم راجع به نظام تفسیر بکنیم. بخواییم نخواییم معایب و نواقص هست، اما با اون گستردگی که طالب ها مطرح میکنه آنچنان معایبی نداره که ما نظامی را که در 19 سال تجربه داریم و ارزش های ما را حفظ کرده او را منهدیم بکنیم و بعد نظام دیگر را به وجود بیاریم که در حقیقت دوباره جوابگوی نیازها و ارزش‌ها در قرن 21 بوده. حالا 26 تا سال 1352 زمانی که شهید سردار محمد داود خان من حیث نخستین رئیس جمهور بر اثر یک کودتا از پسر کاکای خود قدرت تسلیم میشه، هر کی آمده اول نو نظام تغییر داده و نظام بعدی دنبال نکرده. شما پس از 26 سرطان هفت ثور رو میبینین، پس از او هشت ثور رو میبینین، باز دوره امارت طالبانی رو میبینین، باز دوره فیلی رو میبینین. چرا فقط هر کی فقط روی می نام نظام تغییر خواسته بته و عمل کرده ایجو قرار جدی نگرفته، فقط نامش تغییر بکنه مطابق میل من؟ مشکل اساسی جامعه افغانستان همی هست. شما نگاه بکنین وقتی امریکا را به این بزرگی مطالعه میکنین، قانون اساسی اما قانون اساسی است که با استقلال امریکا هم راست. حدوداً بالاتر از 300 سال از عمر قانون اساسی میگذره و هنوز هم تمکین میکنن با همه ارزش های قانون اساسیشان. ولی در افغانستان ما از زمان های متعدد تا به امروز اگر محاسبه بکنیم 11 مورد بحث قانون اساسی را داشتیم، خصوصا 6 موردی از این خیلی دقیق است. در قسمت نظام هم هر زمامدار وقتی به قدرت میرسه به طبع دلش میخواد نظام را داشته باشه و اینجا آرزوی ملت و آرزوی توده هایی که میخواین در تبعیت از این نظام زندگی بکنن منتفی هست و در نظر گرفته نمیشه. اما در قرن 21 باید مخالفین و نظام افغانستان هر دو دقت خود داشته باشن که امروز تکنولوژی دنیا را به یک دهکده کوچک تبدیل کرده و ارزش های ما ارزش های جهانی است. بحث جهانی شدن در اینجا مطرح هست و باعث کلانتر از او هیچ گمان نمیتونیم که یک عقبگرد کلان داشته باشیم بعد هم بر بگردیم به یک دوره ای که از سر همه چیز را ما تداب گذاری بکنیم. حالا طالبان میگه نظام اسلامی باید باشه، امروز جمهوری اسلامی مگر نیست؟ در بحث نظام اسلامی ما تردید نداریم. الحمدلله در افغانستان همه مسلمان هستند و در افغانستان تمام موضوعات دین دنبال میشه و فیصله های محاکم را اگر دقت بکنین، رسیدگی به دعوی و سایر موارد دیگر ما دقت داشته باشیم. اما طور بحث نمازهای جماعت را داشته باشیم، وزارت حج و اوقاف داریم، سایر ساختارهای دیگر همه اسلامی هستند. و ای که چرا مخالفین پیرامونی از این بحث دارن من نمیفهم که اسلامی که اونا تعریف دارن کدام نوع اسلام هست. اگر اسلامی که قرار باشه ما پیامبرش یا به اصطلاح پیام رسانش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به رسمیت بشناسیم و بعد از او خلفای راشدین را بشناسیم، بعد از او هم تابعین و تبع تابعین را بشناسیم، تا به امروز ما از فرموده های علمای کرام در حقیقت الهام میگیریم و رهنمای ما هستند، در اسلام شک و تردیدی نیست. ولی اگر کدام اسلامی دیگر به وجود آمده باشه مردم افغانستان از او خبر نداشته باشه دیگه این بحث جنجال برانگیز هست. کسایی سنگ اندازی میکنن در روند سال
دیدگاه دکتر محمد افضل حدید رئیس منتخب شورای ولایتی بلخ. شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی میگه که جنگ و صلح اردو با طالب است، در هر گزینه ما آماده هستیم. و جنرال مصطفی وردک فرمانده تازه قول اردو سرنوی شاهین میگه که اگر بازم به پل و پلچک و ایران کردن دوا بتین سرکوبتان میکنیم. این پیامه ها تا چی حد میتانه در شرایط فعلی روی روند سال تأثیر گذار باشه؟ تا دیدگاه دوستان را میشنویم. امیدوار هستم که سال صلح با عزت بوده باشه برای مردم افغانستان و کسانی که در این راه سنگ اندازی میکنن بفهمند که مردم افغانستان حالا آگاه هستند. ما خواهان صلح در افغانستان هستیم و از تمام سیاسیون افغانستان و رهبری دولت افغانستان خواهش میکنیم که جامعه بین‌المللی در این راه ما را کمک بکنند تا که بخیر در افغانستان یک صلح پایدار نصیب مردم افغانستان شود. در افغانستان امنیتی و دفاعی قوتونه هم صلح ته او هم جنگ ته تیاری لري. زمونږ د افغانستان د ټول ولس دا توقع ده چې د صلح خبرې نتیجه ورکړي، صلح په افغانستان کې راشي او امن راشي. دا تقریبا د افغانانو د ټولو غوښتنه ده او د امنیتي او دفاعي قوتونو د ټول نه زیات دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې صلح راشي. پیام ما به مخالفین مسلح افغانستان است، بهترین موقعی است در تاریخ افغانستان که به شما مساعد شده. پروسه صلح آغاز شده، گفتگوها آغاز شده و ما با آغوش باز استقبال میکنیم از او برادرای خود که واقعا خود افغان میگه، واقعا به فکر افغانستان است و واقعا به افغان ها میدردد، به زخم افغان ها. و اگر مخالفت با این پروسه صلح دارید، اگر میخواین که باز هم پل پلچک و ایران کنین، اگر میخواین باز هم افغان های ما را شهید و زخمی بسازین، باز همو گفته ماست که دا گز دا میدان، اما قدر بکو بیمتان تا که یا تسلیم شوین یا هم از بین برین. آقای سر، میشه که آل دیدگاه شما رو داشته باشیم راجع به آنچه که پیشتر اشاره کردم، نقل قول از رئیس شورای ولایتی، معاون اول وزیر دفاع و فرمانده تازه قول اردو سرنوی شاهین که پیشتر بیننده ها دیدن و شنیدن، این نوع اظهار نظرها دقیقاً کی سنگ اندازی میکنه در روند صلح؟ من فکر میکنم دیدگاه ها بیشتر موضوعات شخصی داره و ممکن دوستای ما از وضعیت کلان افغانستان تحلیل و ارزیابی خوبتر یا هم کمتر داشته باشند. اما بحثی است که وقتی از لحاظ دیپلماسی ما میریم به طرف مذاکره، باز اینجا مؤلفه های دیگری برای ما پیش میشه. اون مؤلفه تهدید جان مقابل نیست که اگر حالا اردوی ملی میگه من در دو حالت حاضر هستم، صلح میکنی صلح میکنم، جنگ میکنی جنگ میکنم، این به باور شما تهدید است؟ این یک نوع تهدید هست و یک نوع به اصطلاح شیرک ساختن از جانب مقابل را. ما در مذاکره تلاش بکنیم که جانب مقابل را با تحلیل و با در حقیقت راهنمایی خوب، با ارزیابی دقیق از عملکردشان قانع بسازیم. وقتی اگر اردوی ملی میگه که ما با جنگ هم آماده هستیم، با صلح هم آماده هستیم، طرف مخالف هم ایرا باید بدانیم که اونا هم با جنگ آماده هستن و تازه از اردوی ملی ما کرده به تمام معنا با قوتر هم هستن. اما حالا ما دو کارتا پیش میریم، دو گزینه را پیش کردیم، هم سل در سل رازیستی سل میکنیم، اگر در سل تن نمیتی، تمایل نداری به سل، نمیخوایی که روند سل موفق بسازید، در دفاع ما آماده هستیم. خب دفاع مشروع فکر نمیکنی یک گزینه است در اختیار نیروی امنیتی دفاعی؟ بحث دفاع مشروع یک بحث خیلی خوب هست که ما الحمدلله تشکیلات اردوی ملی را در سطح افغانستان 8 قول اردو داریم، ولی متاسفانه حدوداً چند سال اخیر مطالعه میشه و مشاهده میشه که عملکرد اردوی ملی در قبال مخالفین یک مقدار کم نتیجه بوده و ما بارها این بحث را با سران اردوی ملی و با
رهبری کمیسیون حقوق بشر و سایر ساختارهای دیگر مطرح کردیم که به جای از این که ما بیشتر تلفات را مخالفین داشته باشیم بلکه افراد ملکی را داریم و این خودش از لحاظ حقوق بین الملل بحث نقصی حقوقی هست. به اون لحاظ تلاش به این بکنه اردوی ملی که در جنگ و در صلحش از تکتیک هایی که نظام برش تعیین کرده و از احترام به قانون جنگ استفاده بکنه، بهتر از هم جانب مقابل را میتونه مهار بکنه و همین که میتونه مردم افغانستان را در صلح و ثبات نگهداری بکنه. در ادامه بحث همراهی شما بینندگان عزیز تلویزیون پیکان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیو نهاد خواهان هستیم. این برنامه در صفحه یوتیوب تلویزیون پیکان نیز بیننده می توانید باشید. روزهای چهارشنبه ساعت 7 شب همزمان از طریق تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد شنونده این بحث می توانید باشید و جهت شریک ساختن دیدگاه هایتان 0798-102-102 در خدمتتان. پس از میان برنامه با ما باشید. به ادامه برنامه تحلیل از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد خوش آمدین. آقای غریبیار، شما هم اظهارات رئیس شورای ولایتی بلخ، معاون اول وزیر دفاع ملی و فرمانده قلوردی سرنوی شاهین از شنیدین و دیدین. این دیدگاه ها در شرایط فعلی تا چی حد میتونه روی روند سال تأثیر گذار باشه؟ دی هر سری خپل نظر ده، خصوصا دی معاون صاحب دی وزارت دفاع چې هلته یې وویلې، یعنی دا یو پیام دی چې یعنی مونږ یعنی هم نرم یو پیام ورته کیدلی شي مخالفینو ته چې یعنی مونږ یعنی تاسو ته غیږه خلاصه ده، یا مونږ دروازه د سولې دپاره د تاسو راتګ دپاره وازه ده، او که جنګ بیا نه وي بیا مونږ جنګ لکه سابق چې همداسې ادامه درلودله جنګ به وي، همداسې به مونږ تاسو جنګونه دوام لري. حالا کی سنگ اندازی میکنه به باور شما که رئیس شورای ولایتی نگرانی میکنه کسایی از سنگ اندازی میکنه در روند سال؟ رئیس صاحب شورای ولایتی خبره هم تویزای تان و اندازه پوری و سیوی توی خپل تحلیل پا اساس بندی وی و سنگ اندازی به وی شاید بیرون خوانه بموی مونگ تنها یو داخلی سیاسی مخالفین د سول د پاره په افغانستان، خو هیڅ سړی زه مطمئن یم چې په افغانستان کې هیڅ سړی د سول مخالف نه دی. نو که چیرې سنگ اندازی وي یا د بیرون د خوانه به کیږي یا مثلا د هغه بیرونی استخبارات د خوانه به یو څه هغه کیږي چې څوک چې مثلا څوک په چا باندې شک لري یا د چا د خوانه به هغه ورته هغه هدف اخلي. و همزمان با دور دوم مذاکرات میان افغانان در دوحه، درگیری ها تشدید پیدا میکنه، به ویژه در ولایاتی که با کشورهای همسایه هم مرز است، در کندز، در فرا، در نیمروز، در هلمند. انگیزی از این در چی میبینید شما؟ بیشترم براتون گفتم که تشدد جنگ یا جنگ ها را شدت دادن در شهرهای بزرگ، در شهرهای خرد یا تعدید ولسوالی های ولایات همجوار ما که مثلا قندوز و سریپول و جوزجان است که تقریبا هر ولسوالی ما عراضی شد دست دادیم، صرف مراکز ولسوالی خصوصا در ولایت بلخ 4 ولسوالی را ما شما داریم که فقط صرف اما مراکز ولسوالی در دست دولت است، در دست اما جنرال ایبت الله علیزاده در مراسم تودیش گفت که سایه انکشاف یافته، ما هیچ ولسوالی در یک سال گذشته دست ندادیم در شمال. نه، این ولسوالی هم هیچ کلا لاس ندور کرده په شمال که په دې باندې زه مونږ تاسو ټول خبر یو مطمئنه یو چې ولسوالی هم د لاس ندور کرده، ولسوالی هم د لاس نده تللی، منتها مراکز د ولسوالیګانو پاتې دي، اطرافونه د ولسوالیګانو د مخالفینو په لاس کې دي. تاسو وګورئ اما گفت که اگر قرار باشه که شما از ایرتان تا قرقین و خماب از طریق سرک خامان برین، کسی دیگه دمریتون دوا نمیته؟ زه په هغو سرک باندې زیات بلدیت نه لرم، شاید په اغل یار امنیت وي د خلکو د کلدار مثلا د قرقین خامیاب په غول یار باندې ځي و راځي، شورتیپې او دولت آباد په غول یار باندې به حتما امکانات د تګ و راتګ وي. خو مونږ تاسو ته معلومه ده چې د بلخ په ولایت کې د مونږ شارا د تعدید لاندې ده، حتی چک پوینټ د طالبان راوځي، نو یو څه هغه شته مشکلات شته دي. د ولسوالۍ د بلخ ته چې مونږ ځو راځو، د کوشکک په لار باندې د دادۍ په سرک باندې ځو.
دیدگاه آقای علیزاده فرمانده پیشین قول اردو سرنوی شاهین و فرمانده فعلی قول اردوی عملیات های خاص با هم میبینیم و میشنویم. نه ولسوالی، نه ولایت، نه شهر. در پالوی ازی باید ساحه انکشاف میکرد که همه دوستا و همه مردم شاهد آن هستند. ولسوالی های سرحدی ما 100% تحت کنترل ما آمده. یک رنجر اگر از حیرتان حرکت میکند تا خماب و تا ساحه اندخوی کسی پیش رویش استاد نمیشه. البته در سرک خامه و تحکیم ساحه که او ساحات ما تحکیم کردیم، چارگانه اندخوی، سبزپوش، مسیر رای قیصار، این ساحاتی است که انکشاف کرده در یک سال گذشته. آقای غریبیار، حالا کشورهای همسایه در روند صلح افغانستان نفخره میبینن؟ دقیقا، تاسو مخکی ویلی چه هر نظام چی رازی تغییر پا افغانستان، که چهر حکومت رازی تغییر دی نظام رازی، در تغییر دی نظام هر چوک چه پا افغانستان که هر چوک رازی اتمن دی خواد دی همسایه دی یا دی حکومت یا دی اروپا یا غرب شرق خانه حمایت کیگی دی موقع دی پا خواک پانه یو نظام پا افغانستان که رازی، نو بنان دی افغانستان دی پاره دی سول دی مذاکرات دی پاره هم همسایگان تعدید دی، هم تعدیدویه دی سول مذاکرات کم چروان دی، هم خپل وقتنه لری، هم خواسته های خود عملی می سازد در مذاکرات. فعلا کمی جنجال و در به درازا کشیده میشه. در هر مملکتی که در اینجا در افغانستان خصوصا همسایه‌های ما خواسته های خود دارن، خصوصا پاکستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان یک افغانستان آرام باشه، یک افغانستان باشه که از صلح باشه و یک افغانستان باشه که یک نظام خوب داشته باشه. و ایره اینا برعکس فکر میکنه، اگر در افغانستان یک نظام خوب داشته باشیم، یک حکومت حمایت مردمی داشته باشیم، این به نفع پاکستان هم است. پاکستان هم میتونه که تجارت های خود از آسیای میانه بسیار به آسان و سادگی میتونه که تجارت خود ادامه بده. بنان شما شاید در جریان باشین، کل مردم در جریان است که چین و پاکستان یک بندر ایجاد کرده که او بندر میخواد که هم خط ریل، هم سرک ترانزیدی از کراچی تا ازبکستان و تاجکستان با کل آسیای میانه وصل شود. بنان اینجا خواسته های پاکستان است، هم از منابع آبی ما، هم از منابع ورور و مرور ما، یعنی مشکلات ها داره ما، خصوصا در افغانستان جنگ های ما، شما فعلا از نارامی ما، شما که ما شما در جنگ هستیم، در 40 سال از دیست همسایه ما در جنگ هستیم و استفاده ما قابل قرار استفاده که مثلا امکانات و تجهیزات برای از پاکستان میشه. شما ببینید که ملا برادر در پاکستان رفت، با بندی ها در شبخانه رفتن، زخمی های خود دید و مراکز تعلیمی خود دید. یعنی این پاکستان ای خاشکار آگاه شد بیخی و تمام دنیا نشان داد که یعنی پاکستان مداخلگر است، پاکستان نمیخواد که افغانستان آرام داشته باشه. حالا 9 روز از دور دوم مذاکرات میان افغان سپری میشه و رئیس هیئت طالبان هنوز در پاکستان است، پیامش چیست؟ چرا به دوحه رفته به بار شما؟ خب اینطور است که ما سوبکی رمی چی بی بی سی یک متن خواندیم، بسیار خوش شدیم. اگر مذاکراتی که مثلا سر اجندا بس صورت میگیره و مذاکرات های بینی که مثلا ادامه میده، مثلا یک مذاکراتی که مثلا سر اجندا گپ میزنه، بعدا یک بیچه عمومی پیش از عمومی ما سوبکی شنیدم، یک چی را خواندم از بی بی سی که مذاکرات ادامه داره، اگر مثلا چیش مثلا نرفته و نمیره و ادامه پیدا کرده و پیدا میکنه. اما رئیس هیئت در پاکستان است، با وجودی که تنها 3 هفته وقفه بود، فکر میکنه هنوز درسای خود رو نکرده و هنوز میاموزه از پاکستانی تا بره او طرف بگویه بعد حکومت افغانستان گپاره؟
امی پیامی که امروز ماندن و به خاطر امی بودن که مذاکرات کوچک بینشان ادامه داره و گفتگو جریان داره، تا که مثلا حتی ایتور گفته شدن که اگر تصمیم های کوچک گرفته شود و بعضی گپا در اجندا جاگزین شود، سری از اونام صلاحیت ها و چی را برشان داد، اما دو طرف صلاحیت دارن. استادی سر، شما را سیاستگران دور دوم دوهر دشوارتر از دور نخست قلم داد میکنند، دیدگاه شما چی است؟ دقیقا در بحث دور دوم دوحه دو موضوع کلان قاعدتا باید مطرح میشه، بحث قانون اساسی هست و بحث نظام هست، و این دو موضوع خیلی موضوع خطرناک هست که ما سرنوشت قانون اساسی افغانستان را که 19 سال تمام ارزش ها را او حمایت کرده به باد فنا میتیم یا حفظ میکنیم. و بحث دوم بحث نظام هست که نظامی که 19 سال در اینجا حاکم بوده و این نظام ارزش های زیادی از قبیل تعلیم و تحصیل، از قبیل آزادی بیان، انتخابات، حقوق بشر، آزادی برای زنها و سایر مؤلفه های دیگری که در نظام دموکراتیک در دنیا اصل است حمایت کرده، آیا با این نظام چی نوع معامله صورت میگیره؟ نگرانی های است. حالا در بحث نخست قانون اساسی افغانستان آیا ضرورت به بازنگری جدی داره؟ آیا با ارزش های اسلامی سازگار نیست؟ زمانی که گفته هیچ قانون نمیتونه مغایر اعتقادات و شریعت قرآن محمدی باشه در ماده 3 قانون اساسی، زمانی که ماده 4 گفته حاکمیت اقر افغان است، پس اگر طالب افغان است بیا در حاکمیت شریک شوه، در ماده 33 گفته انتخاب کردن انتخاب شدن اقر شهروند است، اگر طالب شهروند یک کشور است بیاد انتخابات سهیم شود. چرا فکر میکنید که هنوز روی بازنگری قانون جدی هستند؟ دقیقا ما بارها روی موضوع بحث کردیم و قانون اساسی را هم به تمام معنا تحلیل و تجزیه کردیم، مطالعه کردیم که نواقص در کجا هست، که دوستای ما بیشتر روی تعدیل قانون اساسی یا نپذیرفتن مواد قانون اساسی بحث دارند. 19 مورد قانون اساسی مشخص با دین پیوند داره، که همونطوری که شما اشاره کردین بحث بیرق و بحث سرود ملی را هم نباید نادیده بگیریم، و مابقی مواد قانون اساسی به شکل ضمنی با دین بحث داره. بحث حالا فصل دوی قانون اساسی را رئیس عدلیه بلخ میگه که برگرفته شده از آیات قرآن کریم و حدیث نبوی است. عرض میکنم فصل دوی قانون اساسی مشخصا بحث فقهی را مطرح کرده، بحث اتباع، بحث موارد متعدد، تعلیم و تربیه، حق کار، حق مسکن و و موضوعاتی که در فصل دوم قانون اساسی تسجیل پیدا کرده. ما فکر میکنم که عیبی در قانون اساسی نیست، ای که در بعضی مواد از او کمبودی ها وجود داره نیاز به تعدیل داره که باید غنی شه و قانون اساسی، اما و به این معنی نیست که 12 فصل قانون اساسی کاملا از بین بره و گویا ما کدام قانون دیگر را داشته باشیم که بعد بتانه ی ارزش های ما را حمایت بکنه. یک نقطه را در اینجا باید روشن بسازیم، او این است که وقتی ما میگیم نظام جمهوری اسلامی افغانستان، خیلی از کشورهای دیگر را ما داریم که این نوع نظام را داره، و طرف مقابل بیشتر بحث امارت را مطرح میکنه. ما باورمی هست که اگر قرار باشه ما اماراتی که در زمان خلفای راشدین و صحابه کرام خصوصا حضرت عمر رضی الله عنه وجود داشت، شک و تردید در روی امارت نیست و به تمام معنا در اونجا آزادی بیان و تمام موضوعات به شکل مشخص روشن و واضح بود. اگر قرار بوده باشه که ما اماراتی که امروز در دوبای، امروز در کویت و در قطر بوده باشه این نوع امارت را دنبال بکنیم یا دوستای ما دنبال بکنن، و شما عملا میبینین که در دوبای بیشترین کاواره ها و دیسکوها وجود داره، در قطر و جاهای دیگر مردم افغانستان باز هم با این امارت به مشکل مواجه میشن، و این بدتر از این جمهوری اسلامی امروز هست که گویا مخالفین میگن که در اینجا آزادی برای زنها به حد و عصر است و موضوعات متعدد دیگر را که به عنوان چالش مطرح میکنن، اما او امارت خطرناکتر از این اصل میشه. ناگزیر هستیم باز اونچه که کاپی دبی هست ما در افغانستان داشته باشیم و بعد
بیشتر با نسل نو بازی صورت میگیره و این خطرناکتر میشه و بعد گروه دیگری پیدا میشه که بازی امارت را منتفع میکنه و قاعده به این نیست که همیشه افغانستان در جنگ بوده باشه و همیشه در حقیقت گروه ها پیدا شوند و نظام ها را با مطالعه و ملاحظه بگیرن، نظام ها را منتفع اعلان بکنن و مردم را تحریک بکنن، ولی بگذارن که در حقیقت اونچه که در افغانستان است و اونان یک نظام ای را پیروی بکنن، بعد بیان در داخل نظام چالش های موجود در نظام را تحلیل و ارزیابی بکنن، تکنیکی مطالعه بکنن و بعد رای حل منطقی را در خود قانون اساسی هم مطرح کرده که هر نقصی که در ما هست شما میتونین لوی جرگه برگزار بکنین و لوی جرگه حاضر میشه که قانون اساسی را برش رای حل پیشنهاد بکنه. امین الله امینی رئیس عدلی ولایت بلخ به تلویزیون پیکان گفت قانون اساسی برگرفته شده از شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است و به موارد اشاره کردن که با هم میبینیم و میشنویم. طور مثال قرآن از میشن میگه که لا اکراه فی الدین، در دین هیچ جبر و اکراهی نیست، هیچ امری لا نمیشه که با اکراه سر انسان های دیگه قبولاند. همچنان قانون اساسی میگه که گرفتن یک قرار و اعتراف از شخص با اجبار با اکراه این ممنوع نادرست است، حتی اعتبار شریع و قانونی نداره، نمیشه که کسی را مجبور کرد. قرآن از میشن تعذیب انسان، احادیث مبارک تعذیب انسان ممنوع قرار داده، فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم گفته که تعذیب انسان ممنوع است. قرآن از میشن حرمت مسکن، حرمت منزل، حرمت ملکیت، حرمت اموال و دیگه مال انسان ها را رعایت کرده. عین شکل قانون اساسی میگه که تعرض بر ملکیت از تعرض مسئول است، مسکن از تعرض مسئول است. قرآن از میشن میگه لا تبتلوا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، مال یکدیگر به طریق حرام نخورین یا به طریق رشوه، شما با دادن رشوه کوشش نکنین که مال دیگران را به دست بیارین. خب مسائل متعددی هست که طور مثال آزادی بیان هست، اما قسمی که خود پیام دین مبارک اسلام دین آزادی است، انسان ها را در عبادتشان، در ادیانشان، در همه چیز آزاد گذاشته. هر دینی مطابق میل و خواهش خود میتواند با ادیان آزادانه دیگه مو پیروان هر دینی مو اعمالی که مربوط به دینشان میشه انجام بدن. قانون اساسی هم به همین چیز اشاره کرده، واضح گفته. اصاری سلال، با باور شما مخالفین مسلح این دانش کافی را دارن، این درک و درایت را دارن که از علمایی که قانون اساسی افغانستان را نوشته، از اشتاکندهای لوی جرگه سال 82 که بهتر و برتر راجع به قانون اساسی تصمیم بگیرن؟ در امون لوی جرگه که در 14 جدی قانون اساسی تصویب شد در سال 1382، 1600 تن از سر تا سر افغانستان شرکت کرده بودند که 1000 از اینا اونمو طالب هایی بودند که او زمان در چوکاد طالب کار میکردن و بعد با فروپاشی حکومت طالب دوباره اینا وارد ساختار نظام شدن و خود از اینا رفتن روی ازو تصمیم گرفتن. در اون زمان خود سطح روشنفکری در افغانستان به او حد گسترده نبود که این همه دانشگاه و مکاتب و اینا را داشته باشیم که تا دانشگاهیان برای قانون اساسی را بسازه و بعد گلمند هم از این باشن که کار دانشگاهیان است و کار روشن فکرای قرن 21 است. پس حالا اونا از عملکرد خودم پشیمان هستن؟ دقیقا. و شما وقتی به آرشیف اولوی جرگه مراجعه بکنین، بیشتر کسایی در اولوی جرگه بوده که سابقه طرفدار از حکومت طالب ها یا سابقه طالبانیزم داشته. پس با اون چه که او زمان تعداد گذاری کردن، امروز نباید او را به چالش بکشن. پس در اون زمان مخالفت خود را اعلان میکردن. ما حتی کسانی که به اصطلاح در رهبری و در کمیسونها قرار گرفته بودن، شما کمیسونهای لوی جرگی او زمان را مطالعه بکنید، ببینید که کسایی بودن که واضح و روشن در زمان حکومت طالب ها به صفت والی و به صفت اولسوال و به صفت پس حالا بس روی نوع نظام و قانون اون اساسی فقط بهانه تراشی میتون تلقی شوه از سوی طالبا. خب اینجا بس چی هست؟ بس این هست که میخواین یک دفعه سنجش بکنن که توده های که در داخل افغانستان زندگی میکنن چی باور داره و باور توده ها خصوصا جامعه مدنی افغانستان، دانشگاهیان افغانستان، یک قسمتی از احزاب سیاسی افغانستان، خانم های افغانستان قطعاً طرفداری از این نیست که قانون اساسی با معامله گرفته شود یا سایر ارزش‌های دیگر با معامله گرفته شود. پس دعوت ما از برادرای
طالب امواره امی بوده که بیاین در قالب نظام و میریم به طرف یک انتخابات و شما هم به عنوان شهروند افغانستان با توجه به ماده 33 قانون اساسی افغانستان حق کاندید شدن و کاندید کردن را دارید. بعد از اینکه در ساختار پارلمان و سایر ساختارهای دیگر منظم سهیم شدیم، او زمان باز بحث همی هست که میریم روی تعدیل قانون اساسی. ما هم طرفدار ازی هستیم که قانون اساسی یک دفعه تعدیل شود، چون از 19 سال عمرش تا به امروز تغییرات گستره در افغانستان به وجود آمده و بهتر است که از رای مسالمت آمیز و منطقی برایم نه از رای قانون تعدیل قانون اساسی، نه از رای جنگ و نه از رای خشونت و نه از رای کشتار افراد غیر ملکی. سپاس عزیزان هموطن، تماشاگران تلویزیون پیکان، استماع کنندگان بحث در شبکه رادیو نهاد، پس یک میان برنامه در قسمت اخیر برنامه تحلیل با ما باشین. بازم خوش آمدین به ادامه برنامه تحلیل. در قسمت سوم و پایانی برنامه میهمان سوم با ما پیوست. آقای خوجه‌زاده خوش آمدین به برنامه. میشه از شما بپرسیم جوان ها بیشترین قربانی را دادن؟ اگر سرباز نیروهای امنیتی و دفاعی هم از جوان است، اگر دو طرف هم می جنگ جوان است و بیشتر تلفات متوجه جوان است، در روند دوحه توقع نسل نو به ویژه چی است؟ سلام و احترامات خدمت تمام بینندگان عزیز و عالی قدر. نقش جوانان در این مذاکره بسیار مفید و سهم می باشند و خصوصا در این اواخر که جوانان بزرگترین تلفات و کشتار را داده اند و جوانان بسیار در اینجا برای جوانان خدشه وارد شده و در جوانان عزیز بسیار تلفات دادند. نقش جوانان در اینجا بسیار ارزنده است. ما میتونیم بگوییم که جوانان باید در این مذاکره سهم باشند و از این مذاکره استفاده کرده بتوانند. و اگر جوان، فرض مثال امروز ما در مورد جوان تصمیم نگیریم و به جوان نقش را ندهیم، نمیتونه در آینده کشور ما به یک صلح و رفاه برسه و کشور ما در آینده به یک رکودی مواجه خواهد شد. بخاطر از اینکه جوانان هستند که بیشترین قشر جامعه را تشکیل میدهند و همچنان در صفوف نیروهای امنیتی، در نظامی، در فعالیت‌های جامعه و در تمام بخش‌ها جوانان سهم فعال خود را دارند و بسیار از یک نقش عالی را اینها بازی می‌کنند که باید اینها نظریاتشون قابل قدر و دیده گرفته شود و از اینها نظریات گرفته شود. حالا شما از روند دوحه راضی هستین؟ روند دوحه قسمی که معلوم است از اون پرست صاحب محترم، این روند تعدادی از جوانان بسیار اینجا عقل است. باید جوانان بیشتر در اینجا اشتراک میکردن، چرا که ذهن جوان که حالا قرار نیست که 100-200 نفر در مذاکره بشینه دیگه. مذاکره یک جمع محدود باید باشه. جمع محدود است، درست است، اما بیشترین از این در این مذاکره که وجود داره، اما کسایی هستند که از احزاب سیاسی، از فعالیت ها و از یک مرجع اینها اشتراک کردن. اما حالا داشتن پایگاه اجتماعی و مردمی هم مهم است. این 100% که مهم است، باید، اما باید جوان نقش خود داشته باشه. زمانی که جوان ما نقش ندهیم، نمیتونیم که به یک صلح و رفاه برسیم، چرا که جوان در تعداد 60% از نفوس کشور بالاتر از 60% تشکیل میده و همین جوان است که در آینده حکومت در دست میگیره، رئیس جمهور میباشه، والی میباشه و دیگر. سپاس آقای غریبیار. اگر دوحه ناکام شوه، بدیلش چی خواد بود؟ امیدوار هستم که ناکام نشوه، امیدوار هستم که یک نتیجه خوب و یک نتیجه باشه که برای مردم افغانستان یک خوشخبری، یک عیدی باشه و مردم بسیار. اما حالا تا 8 روز دیگه بایدن روی کار میاد در امریکا و ممکن است که قصه دوحه تغییر کنه. اگر تغییر هم کنه، اما کسایی که مثلا مذاکرات دوحه را اندازی کردن و اونا هم، ما امیدوار هستیم که اونا هم کوشش میکنه که در افغانستان صلح بیاید، یک صلح پایدار بیاید، یک افغانستانی باشه که
پر از صلح و صفا باشه و از جنگ افغانستان هیچ کشور هیچ همسایه نفع نمیبره. به خاطر از این مردم امیدواریش بیشتر است، خصوصا در دور دوی که مذاکرات در دوهش جریان داره و مردم اما در دور دوم تا حال دوی آجان رو توافق نکردن. فکر نمیکنین که بیش از یک هفته از حیات در دوه هست تنها روی دستور کار تا حال توافق نکردن؟ ما ناامید نمیشیم، ملت افغانستان ناامید نیست. اگر در روز یک ماه دو ماه سه ماه تغییر یا مثلا تال بخوره هم بازم اما مهمی است که یک نتیجه مثبت بر میان بیاید. اما حالا دور دوی دوحه درگیری ها را بیشتر ساخته، فصل زمستان فصل امن در افغانستان بود اما در یک هفته گذشته بیشتر ولایات شاید تحرکات را صفگنا بوده. درگیری در این دور دوم نه، بلکه از شروع مذاکرات درگیری بیشتر شده بود، صرف به خاطر امتیازگیری، به خاطر از اینکه برای جامعه جهانی، برای مردم نشان بده که ما در افغانستان یعنی زیاد اراضی یا زیاد حاکمیت داریم. امتیازگیری است یا کسای دیگه که از روند دوحه ناراض است و در میان طالبان میخوان با تشدید تنش دوحه را ناکام بسازن؟ نه ما ایره ما تحلیل ما این قسم نیست که مثلا در بین صبح به طالبا باشه کسی که مذاکرات یا مثلا به ناکامی بیانجامانه. شما به یک دست بودن طالبا باور داریم؟ نه، اگر یک دست نباشن چند بار نشان دادن. یعنی شما در یک اید قربان اید رمضان اما شما زد و خورد میان طالبا را عملا در ایراد در کنر در چند ولایت دیدین؟ ما دم یک اید دیدیم گفتن که آتش بس است. سه روز عید بهترین روز بود برای مردم افغانستان، خصوصا در تاریخ افغانستان، خصوصا در 10 سال اخیر جنگای شدید که در افغانستان ولی تعیین شده فاریاب توسط طالبان توسط یک گروه دیگه از طالبان هفته گذشته کشته میشه، این نشانی از اختلاف گروهی میان طالبان نیست؟ اختلافات است، من را نمیگم که اختلافات نیست اما با او سطحی که مثلا ما بگوییم که در طالب 80% 90% بدخلافی یا بینشان دو گندی وجود داره نیست. او قسمی که اینا مثلا در یک جای انفجار میشه یا مثلا حمله انتحاری میشه اونا میگه که داعش است، او نیست، یکشان بگردن نمیگیره. ایرا ما هیچ وقت نمیتونیم که مثلا ایرا بگویم که نه ای طالب نیست نه ای داعش نیست. اگر داعش اگر دستاورد خوب بود برای مردم، اگر مردم غیره مردم بیچاره مظلوم کشته نشده بود طالب میگه ما کردیم. اگر مثلا که مردم عام و بیچاره مظلوم ملت ما کشته شده باشه، طفلک ها و جوان های ما پیرای ما کشته شده باشه، طالب میگه داعش کرده. نه داعش دگردن میگیره نه طالب دگردن میگه و از این ما چشمپوشی کردن نمیتونیم. از این ما چشمپوشی کردن نمیتونیم که یک طالب است یک داعش است. نه چندین حراسات شبکه های حراسات افغانی در افغانستان فعالیت داره، چندین شبکه هستند که با دو هیچ ارتباط هم نداره، که با دو هیچ ارتباط نداره دقیقا. اما قسم هسته جنجال ها هست، افغانستان دیگ بی سرپوش است، هر کس که بخواه هر کاری کرده میتونه. سپاس استادی صرف. با همین قسمت حرفای آقای غریبیار بحث به شما پیوند میتیم. دیگ بی سرپوش است کشور؟ خب در قسمت داشتن نظام ما بحث نداریم، الحمدلله نظام مقتدر و نظام حاکم داریم. اما متاسفانه استراتژی که حالا نظامی که در داخل شهرش سربازای ارتش به گلوله بسته میشه، کسایی که بانوانی که میخواستن به سوی کار برن، شک نداریم در این بس. ما بارها نگرانی های خود مطرح کردیم اما بخوایم نخواهیم در یک کشور اقلیت های قومی متعددی زندگی میکنن و مشکل اساسی که در این جغرافیا بیشتر در این اواخر حاکم شده سرازیر شدن افراد ملکی از یک ولایت به ولایت های دیگری هستند. فقر و ناداری باعث میشه که باز اینا دست به هر نوع دهشت و دست به هر نوع وحشت بزنن و اگر ما انکشاف متوازن را در همه ولایات به شکل مساویانه داشته باشیم، جنگ ها را در سطح ولایات محدود بسازیم و نیاز پیدا نمیشه که دیگر ساکینی ولایت به ولایت های نسبتا امنی مثل بلخ و مثل کابل و جاهای دیگری انتقال پیدا بکنن و همین میشه که ما میتونیم دو کار را در حقیقت جلویش بگیریم. از یک طرف از تضاعف جمعیت در شهرها جلوگیری میشه و از جانب دیگر بخوایم نخواهیم امنیت را در شهرها میتونیم مهار بکنیم. و وضعیت فعلی در دوحه امیدوار کننده است؟
بخوایم نخواهیم این وضعیت برای مردم افغانستان امیدوار کننده و نوید دهنده است و یک چانس هست هم برای اما حالا تا 8 روز دیگه کاخ سفید به کسی دیگه سپرده میشه. دقیقا و یک چانس هست هم برای ملت افغانستان و هم برای طالب ها. بیشتر از این چانس طالب ها بتانه امتیاز بگیرن و طبیعتا وقتی در امریکا ساختار حاکمیت با توجه به زعیمشان جدید میشه، استراتژی های هر رئیس جمهور فرق میکنه که جای آقای بایدن هم در قسمت نشست دوحه در سخنرانی هایش که در چند مورد نکته شماری کرد چندان موافق نیست، ولی ما پیشنهاد می است که حکومت افغانستان و طالب ها بتانند تا 8 روز دیگه ای که او سوگند یاد میکنه امتیاز خوبی را از این نشست. حالا در 9 روز که اینا به دستور کار مشترک نمیرسند، در 8 روز کدام دستاورد قابل توجه نشست دوحه خواهد داشت؟ خب در مذاکرات ما یک مرحله دو مرحله را دنبال نتیجه نمیگردیم و مذاکرات دوام دارد، چون ما در کشور 40 سال با هم جنگیدیم و داشته های کشور را به یغما بردیم، ولی توقع ما به این است که ما بتانیم مذاکرات را به چند دوره دیگر هم اگر دوحه ناکام شد بدیل چیست؟ خب اول اینکه تلاش صورت بگیره دوحه ناکام نشود و این چانس برای مخالفین بیشتر هست نسبت به حکومت افغانستان، و اگر قرار باشه که نتیجه دوحه نتیجه خوب نبوده باشه و میتونیم ما کشورهایی که در گذشته اعلام حمایت از این روند کردن از اونا کمک بخواهیم و نشست ها را در اونجا داشته باشیم، و اگر اما ما این روند در مسکو هم داشتیم گفتمان ظاهرا میان افغانان دقیقا. خب او موضوعش تا به امروز خیلی فرق میکرد، در اونجا حدودا 200 نفر لیدرهای سیاسی رفته بودن که آجندای مشخص نبود، برنامه های مشخص نداشت، ولی این نشست ها نشست هایی که در اواخر خصوصا در دوحه صورت گرفته ای روی یک محور مشخص بحث میشه. سپاس عزیزان هموطن، بینندگان خردمند تلویزیون پیکان، شنوندگان ارجمند شبکه رادیو نهاد، فشرده بحث امروزی نشست دوحه امیدواری را میان شهروندا شکل داده و ناکام شدن دوحه برای افغانستان میتواند ناگوار تمام شود. 8 روز سرنوشت ساز برای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت مذاکره کننده طالبان وجود دارد. نیروهای امنیتی و دفاعی در هر دو گزینه آماده بحثن، هم در سال و هم در جنگ، و جوانان نقش تعیین کننده در تمام امورات داشته و باید در روند سال بیشتر سهیم شوند. نظریات از آگاهان، نشر از تلویزیون پیکان و شبکه رادیو نهاد، قضاوت از مخاطبین خردمند ما. با سپاسگزاری مجدد از آقایان استاد ذبیح‌الله ایثار، استاد دانشگاه و مسئول گروه کاری مشترک جامعه مدنی در شمال، باز محمد غریبیار بزرگ قومی و رئیس پیشین شورای عالی صلح در بلخ و محمد شفیع خواجه‌زاده جوانان فعال بلخ. تا برنامه بعدی تحلیل شما را به الله متعال می سپاریم. آرامش و آسایش شما، رفاه و سعادت ملت خاص از خشونت ما خواسته همیشگی ماست. تا درود دیگر، بدرود.